استراتژی قیام و سرنگونی اشرف کانون استراتژیکی نبرد نقدینه بزرگ ملت در مبارزه آزادی بخش با رژیم ولایت پیام به رزمندگان ارتش آزادی و نیروهای انقلاب دموکراتیک در سراسر میهن اشغال شده مسعود رجوی سی ده هزار و 1388 و و سلسله آموزش برای نسل جوان در داخل کشور قسمت نهم سخنرانی بازرگان در مجلس ارتجا پس از پنج مهر ابعاد اعدام و تیربارانها بارانها به ویژه از نوجوانان بیگناه که تصاویر آنها به سراسر جهان مخابره شد به حدی بود که بازرگان تاب نیاورد دل به دریا زد و در روز پانزده مهر هزار و در مجلس ارتجا شجاعانه به پا خواست و قبل از دستور به سخنانی همت گماشت که بر سرش ریختند و نگذاشتند سخنانش را به پایان برساند هرچند در این سخنرانی با هایی هم به مجاهدین سعی کرده بود تعادلی برقرار کند به قسمتی از سخنان او توجه کنید با کمال تأثیر و با توسل به درگاه زلجلال باید اقرار کنیم که آتشی هولناک در کشور عزیزمان شعله کشیده خرمن امت و دولت و دین را مورد تهدید قرار داده کمتر کسی است که در صدد خاموش کردن آن براید همچنین نونهالان دختر و پسر و کسان وابسته و هوادار یا برکنار که در درگیری های خیابانی و دادگاه های انقلابی قربانی التقاط و انحراف یا انتقام می گردند نونهالانی که هر چه باشد جگرگوشگان و پرورش یافتگان امید این مملکت بوده آشقوار یا دیوانوار فداکار یا گناهکار در تاس لغزنده ای افتادند در حالی که هر طرف گروه مقابل را منافق یا مرتجه و ضد اسلام و عامل امپریالیسم میخواند نه روحانیون ارجمند و مکتبی های غیرتمندمان از آمریکا وارد شدند و نه جوانان جانباز در خانواده های آمریکایی زاییده و بزرگ گشتند که به تمان مزدورشان خواند. به اشاره خامنه ای که در آن زمان در مجلس خمینی لیدر فراکسیون اکثریت یعنی حزب جمهوری اسلامی بود نمایندگان دست نشانده ارتجا همانجا تا حد کتک زدن مهندس بازرگان نخست وزیر دولت امام زمان این عبارت خمینی را در بهمن پنجاه و هفت می گویم. در مجلس پیش رفتند حتی حکم دستگیری او را لاجوردی به خاطر این سخندرانی صادر کرد اما بعدا رژیم از آن کوتاه آه... آمد آه... آه... سمیمانه No, <laughs> یکی از دوستان بازرگان که بیوگرافی و سوابق سیاسی بازرگان را بعد از درگذشت او منتشر کرده در این باره می نویسد شاید مهمترین سخن بازرگان در این مورد نطق ایشان در پانزده مهر ماه 1360 مجلس باشد که البته بر اثر جنجال ادعی از نمایندگان سخن قطع شد و کلام به پایان نرسید این سخنان در فضای پاییز سال 1360 بسیار شجاعانه و مهم و قابل توجه بود. در واقع می توان گفت این سخنان فقط از شخصی و شخصیتی چون مهندس بازرگان انتظار بود. در این حال چنان جنجال و سرصدایی در مجلس برخواست و چنان تهاجمی به مهندس بازرگان صورت گرفت که نطق وی نیمه تمام قطع شد و به ویژه رئیس مجلس نیز دستور قطع بلنگو داد و بازرگان ناچار در محاصره انبوه مهاجمان از جایگاه نطخ به زیر آمد و ناراحت اما آرام سر جایش نشست باز مهاجمان رهایش نکرده دور او را گرفته و با سر و صدا و گاه با توهین و الفاظ رکیک با او بحث و گفتگو می کردند هرچند که او غالبا ساکت بود و عملا نیز نمی توانست با دهاتن پرخاشگر همزمان بحث کند پس از آن طبق معمول سخنان بازرگان در خارج از مجلس در جامعه و مطبوعات و نمازهای جمعه و محافل مذهبی و سیاسی انعکاس وسیع پیدا کرد و در همه جا نویسندگان و گویندگان با شدت تمام بر ضد بازرگان و نطق و عقاید او سخن پراکنی کردند حتی ادعی در بیرون مجلس علیه بازرگان دست به تظاهرات زدند در خود مجلس نیز تا مدتها برخی نمایندگان در نوتخای پیش از دستور و یا مناسبت های دیگر به بازرگان و نطق پانزده مهر ماه 1360 او اشاره کرده او و همفکرانش و دولت موقتش را زیر ضربات انتقاد و حمله خود گرفتند البته امکان پاسخگویی برای او اصلا وجود نداشت و اگر گاه اعتراضی کتبی به رئیس مجلس داده میشد قرائت نمیشد و لذا در صورت مذاکرات مجلس یا در مطبوعات و خارج از مجلس انعکاسی پیدا نمیکرد. در مطبوعات هم ماجرا کم و بیش از همین قرار بود از جمله در کیهان و جمهوری اسلامی مقاله ها و مطالبی بر ضد بازرگان نوشته میشد ولی پاسخهای وی را هرگز چاپ نمی کردند ظاهراً فقط یک مورد بود که روزنامه کیهان پاسخ بازرگان را چاپ کرد البته طبق معمول در کنار متن نطخ و جوابیه بازرگان مطالب دیگری به قلم آقای سید محمد خاتمی سرپرست کیهان در نقد مطالب مهندس بازرگان درد شده بود در آن روزگار همین آخوند خاتمی به جای دشخیم حسین شریعتمداری مداری به عنوان نماینده ولی فقیه مؤسسه کیهان را اشغال کرده بود خاتمی که یک خط امامی هفت خط دعاتشه بود سه روز پیاپی در روزهای شانزده و 17 و هجده مهر در سرمقاله کیهان به قلم خودش بازرگان را شلاخ کش کرد که چرا از مجاهدین دفاع کرده است خاتمی نوشت که بازرگان به خاطر ترور انبرسادات ناراحت بوده همچنین ادعا کرد مسعود رجوی برای هماهنگی تظاهرات پنج مهر سفری از پاریس به آمریکا داشته و با اشاره به اینکه مجاهدین بازرگان را نماینده بورژوازی و در نتیجه آمریکایی میدانند بر آن بود که بازرگان را علیه مجاهدین تحریک کند و ندامتنامه نامه بگیرد رفسنجانی در خاطراتش درباره سخنرانی بازرگان و آنچه رژیم یک هفته بعد از سخنرانی بازرگان برای قطع حملات به نهزت آزادی و بهتر شدن وضع به آنها پیشنهاد میداد به اجمال اشاره کرده است گوش کنید نوزده مهر امروز تومارهای پنجاه متری در سالن مجلس آورده اند که مردم به دنبال سخنان آقای بازرگان خواستار اخراج لیبرال ها از مجلس شدند و اینها خیلی ناراحتند و از من گله دارند که چرا کاملا از آنها حمایت نمی کنم بیست مهر شست اول شب جلسه طولانی با سران نهزت آزادی آقایان بازرگان صحابی یزدی صدر و سباقیان داشتیم از اینکه از سوی حزب ها و رسانه های جمعی تحت فشارند شکایت داشتند و چارجویی میکردند. گفتم اگر موضع سریح در مقابل ضد انقلاب بگیرند وضع ممکن است بهتر شود این هم قسمتی از جواب خاتمی به بازرگان در سرمقاله کیهان آقای بازرگان آنجا که از انتصاب آشوبگران به آمریکا برمی آشوبند خود حکایتگر نوعی نگرش آمریکایی به مسائل است بدین ترتیب تشخیص درست امام و امت را که دشمنان داخلی را آمریکایی میخوانند و اعمال و مواضع آنان را به نفع آمریکا میدانند به تمسخر میگیرند آیا شاه مخلوع که گوی سبقت را از همه حکمرانان جهان سوم در سوق دادن کشور به سوی وابستگی تام به غرب و خصوصا آمریکا رو بوده بود در خانواده آمریکایی زاده شده یا از آمریکا برگشته بود آیا آقای بنی سطر که آمریکا همه امیدهایش را برای بازگشت به ایران به وی بسته بود از خانواده آمریکایی بود آیا آقای رجوی که روز و روزگاری آقای بازرگان را نماینده برجوازی که طبق تحلیل های ماتریالیستی حضرات ماهیتا آمریکایی است میدانست و امروز که به منظور رهبری مقاومت ضد امپریالیستی در ایران به دامن فرانسه آویخته است و برای تکمیل مبارزات ضد آمریکایی این اواخر سفری به آمریکا کرده است با کمال شهامت به تمجید از برجوازی ملی برخواسته و برای سرنگونی جمهوری اسلامی پیشنهاد اتحاد با بوجواها را می دهد و به سیاستمداران آمریکا اکیدن توصیه می کند که مجاهدین خلق را به عنوان جناه نیرومند جورج بال مخالف با رژیم ارتجای ایران مورد حمایت و تقویت قرار دهند و بالاخره مورد تمجید و ستایش فراوان رادیوها و سخن پراکنی های آمریکا و اسرائیل و بی بی سی است آیا آقای مسعود رجوی از خانواده آمریکایی است و امروز همان جوانان پاکباز که شما به دفاع از آنان برخواسته اید چشم و گوش بسته به فرمان آقای رجوی و هم پالگی هاشان و به کمک بازمانده های رژیم شاه و در هنگامی که نیروهای رزمنده جمهوری اسلامی درگیر دفن تجاوز رژیم آمریکایی صدام هستند به کشتار و تخریب دست میزنند. مراد از آمریکایی بودن نحوه از دید و بینش است که به سادگی ابزار دست سیاست های طلبانه آمریکا می شود و به خاطر برخورداری از همین دید و بینش جریانی که شما در رأس آن قرار دارید همباره از مواضع ضد آمریکایی جمهوری اسلامی البته با توجیهات گوناگون اظهار نارضایتی و حتی مخالفت قولی و عملی کرده است امروز این آمریکاست که پندار گرایانه برای سرنگونی جمهوری اسلامی به مجاهدین خلق دل بسته است و از آنان حمایت می کند کیهان هجده مهر 1360 یادداشت داشت روز خاتمی باز هم خاطراتی از مهندس بازرگان خاتمی به خاطر توجیه اعدام و کشتار و قتل عام مجاهدین و به خاطر همین گونه حمله های رزیلانه به بازرگان سال بعد در کابینه موسوی به وزارت ارشاد و تبلیغات گماشته شد حملات رزیلانه خاتمی به بازرگان در بحبوهه اعدام های پنج مهر صورت می گرفت که قاضی شرع خمینی محمدی گیلانی می گفت در کنار دیوار همانجا آنها را گلوله بزنید بدن مجروح این افراد باقی نباید به بیمارستان برده شود بلکه باید تمام کشته شوند کشتن به شدیدترین ترین وجه حلقاویز کردن به فضاحت بارترین حالت ممکن و دست راست و پای چپ آنها بریده شود لاجوردی هم بدون هر گونه اعلام می کرد ظرف مدت دو ساعت که از دستگیری می محاکمه پایان می یابد و حکم صادر می شود و اجرا می گردد این حرف های خاتمی دوباره مرا به یاد بازرگان انداخت بازرگان در دفاعیات خود در بیدادگاه نظامی شاه در تیر ماه 1342 می گفت ما آخرین سنگر دفاع از سلطنت مشروطه و قانون اساسی هستیم بعد از این اگر دادگاهی تشکیل شود با جمعیتی سر و کار خواهد داشت که واقعا مخالف این رژیم است راست گفته بود پانزده خرداد 1342 به راستی گورستان رفرمیسم و دفاع از سلطنت مشروطه و مخالفت قانونی با دیکتاتوری دست نشانده شاه بود می گفت نسل حاضر که ما مؤسسین نهزت آزادی ایران متعلق به آن می باشیم در حکم نسل لولا یا مفصل تاریخ ایران به شمار می رود واسطی هستیم ما بین نسل های قدیم ایران که قرنها به یک منوال افکار راکد و ساکت بودند و نسل آیندهی که باید الله استقرار و استقلال و عظمت پیدا کند اما نقطه اوج بازرگان در این دادگاه که ربط آن را به خاتمی بعد خواهم گفت آنجا بود که مهندس بازرگان گفت پس از واقعی شانزده آذر 1332 در دانشگاه تهران نامه اعتراضی نوشتیم و به قرارداد کنسرسیوم نفت هم اعتراض کردیم رئیس وقت دانشگاه دکتر علی اکبر سیاسی مرا خواست و خصوصی گفت نامه و اعتراض شما و سایر اساتید چه فایده داشت؟ در جواب رئیس دانشگاه گفتم خوب می دانستم که نتیجه عملی ندارد و جلوی قرارداد کنسرسیوم را نخواهد گرفت اما این کار را کردم برای آنکه بعدها پسرم که بزرگ شد نگوید پدرم مرد پفیوز و بیغیرتی بود نسل های بعد ایران نیز وقتی به تاریخ گذشته نگاه می کنند معیوس از نژاد و خون خود نباشند ما این کار را کردیم که در آن روزگار که نمیدانم ده سال دیگر صد سال دیگر ایرانی امیدی به خود داشته باشد و شاید حرکتی بکند لابد می پرسید که حالا بگو ربط این موضوع با خاتمی چیست؟ جواب را از پسر خاتمی وقتی که بزرگ شد بپرسید در بحث های قبلی حمایت قوی بازرگان را در دور دوم نخستین انتخابات مجلس شورای ملی در رژیم خمینی از خودم یادآوری کردم دو روز بعد خمینی او را به شدت زیر زرد گرفت خمینی در سخنرانی هجده اردیبهشت سال پنجاه و که از تمام رسانه های رژیم پخش شد در این باره گفت باید به اشخاصی که احتمال انحراف در آنان می رود رأی ندهند آنکه گفته شود خوب است به همه گروه ها چه چپی و چه انحرافی رای دهید که مجلس شورا جامع همه گروه ها باشد این یک مطلب غلطی است که منحرفین درست کردند تا در مجلس با خودعه شرکت کنند ملت به این مطالب انحرافی گوش فرا ندهد اما بازرگان جا نزد و حرفش را پس نگرفت ولی در آستانه سی خرداد قبل از تظاهرات روز بیست و پنج خرداد که جبهه ملی اعلام کرده بود و ضمناً همزمان با سال روز شهادت مجاهد بزرگ رضا رضایی بود خمینی به تیغ کشی و حیاهوی شگفتی برای ممانت از این تظاهرات در آستانه یک پای کردن رژیمش پرداخت رادیو و تلویزیون خط درنیان از مسئولان جریانهای سیاسی کشور میخواستند که بیایند در تلویزیون و در برابر درخواست و حکم سریح امام امت خودشان را تعیین تکلیف کنند و الا هرچه دیدند از چشم خودشان است اینجا بود که متاسفانه بازرگان شاید تحت فشار دوستان ناباب از قبیل همین ابراهیم یزدی طاقت و قرار از کف داد و به تلویزیون رفت و چیزهایی گفت که نباید می گفت افسوس آخرین نکته که نباید از ذکر آن فرو گذار کنم این است که بازرگان با همه اینها و با همه دعواها و اختلافاتی که داشتیم تا دیماه 1360 به مجاهدین کمک مالی هم می کرد اما نمیخواست اهدی بفهمد سردار شهید خلق موسا خیابانی در آخرین نامهی که قبل از شهادتش به من نوشت به کمک مالی بازرگان و پسر ایشان عبدالعلی که در زندان قصر در سال پنجاه و دو و پنجاه و سه با مجاهدین بسیار نزدیک و صمیمی بود اشاره کرده است مدتها گذشت تا اینکه همین مطلب را در کتاب یکی از اعضای نهضت آزادی هم خواندم نوشته بود سالها بعد و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از خود مهندس بازرگان و دیگران شنیدم که ایشان به مجاهدین در مقاطع گوناگون کمک می کردند خصوصا کمک های مالی بسیار اما به هیچ وجه تظاهری به این کار نمی کردند جبهه خلق و ادامه بحث درباره بازگشت به این جبهه و خروج از آن باز می‌گردیم به ادامه بحث درباره جبهه خلق و ضد خلق و اینکه در رابطه مستقیم با آزادی و حاکمیت مردم تعریف می شود و از چهل سال پیش تا کنون جنگ ما و مرزبندی های ما را با شاه و شیخ دیکتاتوری های سلطنتی و آخوندی تشریح و ترسیم می کند گفتیم که جپه خلق در یک کلام با جپه سرنگونی استبداد مذهبی تعریف می شود. گفتیم که فصل مشترک تمام طبقات و اخشار و جریانها و نیروها و افراد ایرانی این است که خواهان دموکراسی و حاکمیت جمهور مردم ایران هستند. گفتیم که معیار عمده برای شناخت اعضا و اجزای جبهه خلق یا جبهه مردم ایران در برابر رژیم ولایت فقیه شرایط عینی و منافع آنها در پیشرفت جامعه و قابلیت آنها برای سرنگون کردن مانع اصلی پیشرفت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران یعنی همین دیکتاتوری ولایت فقیه است گفتیم که این نه یک تفنن یا امر مستحب بلکه واجب عینی و هویت سیاسی ایرانیان آزادیخواه و میهندوست است گفتیم که با این میار و این شاخص هیچ نیرو و هیچ شخصی نمیتوان یافت که به واقع تضاد اصلی او با رژیم ولایت فقیه باشد و سرنگونی آن را بخواهد اما در این حال زیرا به اشرف و مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران را بزند چنین چیزی خصیصه ارتجاعی و علامت خروج از جبهه خلق و ادامه و امتداد همین رژیم است چگونه میتوان هم خواهان سرنگونی این رژیم و هم خواهان سربریدن مجاهدین بود یا برای آن جاده صاف کرد خواه و ناخواه یکی از این دو کرد اصالت دارد خواه و ناخواه یکی از این دو کرد شکلی و سوری و دیگری محتوایی است محتوا عناصر متشکلی یک شیء و هر مجموعه است خواه و ناخواه یکی از این دو کرد نمود و دیگری ماهیت جریان یا فرد مربوطه را نشان می‌دهد ماهیت عنصر اصلی و پایدارترین عنصر در محتوای یک پدیده یعنی عناصر متشکلی آن است تفاوت انتقاد با و خصومت هم بر همگان واضح است یکی پیش برنده تقویت کننده و احیاگر است اما دیگری کاهنده تضعیف کننده و امهاگر در بحث های بعدی راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد انتقاد و انتقاد از خود که توسط انقلابیون و نیروهای ترقیخواه در قرن نوزدهم رایج و فرموله شد یک اصل مسلم است که اکنون مجاهدین آن را در مناسبات خود به عنوان جهاد اکبر به حد عملیات جاری ارتقا دادند هیچ بیم و باکی هم از آن ندارند نیازمند آن هستند و از آن استقبال می کنند از طرف دیگر در اصر ارتباطات که ظرفیت ها و راهکارهای آزادی بیان و انتقاد پیوسته افزایش می یابد چه کسی می تواند یا جرأت می کند این اصل مسلم را به زیر علامت سوال بکشد پس صورت مسئله همچنان که مقاومت ایران یک دهه قبل در بیانیه ملی خاطر نشان کرده است بهانه کردن انتقاد و مخالفت برای ایجاد جپه های فرعی مقابله با جنبش مقاومت از جمله از طریق نفوذ در محافل رنگارنگ موسوم به اپوزیسیون و برانگیختن آنها به لجن پراکنی علیه مقاومت است در ابتدای فصل حاضر همچنین اشاره کردیم که استحکام و عزم راسخ در آزادی و حاکمیت مردم اقتضا می کند که از فاصله گرفتن از دیکتاتوری های شیخ و شاه و نهایتا از بازگشت به جبهه خلق به طور مضاعف استقبال و حمایت کنیم این امر نه فقط در مورد دیکتاتوری ولایت فقیه و جناهای آن و کسانی مانند موسوی و کروبی بلکه در مورد دیکتاتوری سلطنتی و جناها و افراد آن هم صدر می کند با این تفاوت که رژیم شاه در انقلاب ضد سلطنتی سرنگون شده و حاکمیت ندارد درباره سلطنت طلبی طبق اصل سی و پنجم متمم قانون اساسی رژیم سلطنتی سلطنت ودیعه است که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده است در سال 1304 رضاخان سردار سپه پس از تقریبا پنج سال کشاکش در پی کودتای انگلیسی سوم اسفند 1299 احمد شاه قاجار را خل و سلطنت را از آن خود کرد طبق اصل سی و ششم موهبت الهی بازنگری شد و مقرر گردید سلطنت به شخص اعلی حضرت شاهنشاه رضا پهلوی تفیز شده و در اعقاب ذکور ایشان نسلا بعد نسل برقرار خواهد بود اصل سی و هفتم مسئله جانشینی شاه را هم حل نموده و می گفت ولایت عهد با پسر بزرگتر پادشاه که مادرش ایرانیل اصل باشد خواهد بود در صورتی که پادشاه اولاد زکور نداشته باشد تعیین ولیعهد بر حسب پیشنهاد شاه و تصویب مجلس شورای ملی به عمل خواهد آمد مشروط بر آنکه آن ولیعهد از خانواده قاجار نباشد ولی در هر موقعی که پسری برای پادشاه به وجود آید حقا ولایت عهد با او خواهد بود به این ترتیب سلطنت رضا شاه آب بندی شد تا از هر گونه رخنه و دایه خانواده قاجار که موهبت الهی را نسلا بعد نسل از آن خود می دانستند مسون بماند اصل سی و هشتم هم می گفت در موقع انتقال سلطنت ولی عهد وقتی می تواند شخصا امور سلطنت را متصدی شود که دارای 20 سال تمام شمسی باشد اگر به این سن نرسیده باشد نایب و ای از غیر خانواده قاجاری از طرف مجلس شورای ملی انتخاب خواهد شد اما هنگام ازدواج ولیعهد محمد رضا با شاهزاده فوزیه از خانواده سلطنتی مصر مشکلی وجود داشت که رضا شاه دیکتاتور آن را هم با اشاره انگشت حل و فصل کرد مشکل این بود که ولیعهد بعدی طبق اصل سی و هفت باید از مادر ایرانی الاصل می بود بنابراین در آستانه این ازدواج قانون تفسیر اصل سی و هفتم مسبب چهاردهم آبان ماه 1317 شمسی مشکل را به شرح زیر حل کرد ماده واحده منظور از مادر ایرانی الاصل مذکور در اصل سی و هفتم متمم قانون اساسی اعم است از مادری که مطابق شق دوم از ماده شش قانون مدنی دارای نسب ایرانی باشد یا مادری که قبل از عقد ازدواج با پادشاه یا ولیعهد ایران به اختزای مساله عالیه کشور به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای ملی به موجب فرمان پادشاه عصر صفت ایرانی به او اعطا شده باشد به این ترتیب به فوزیه که بعداً از محمد رضا شاه طلاق گرفت صفت ایرانی اعطا شد ملاحظه می کنید که اولا سلطنت نه در تعریف ملوکانی آن نه در عمل کرد و نه در سابقه تاریخی هیچگاه امری طلبیدنی و موکول به خواسته و رأی مردم نبوده است بنابراین چیزی به نام سلطنت طلبی از اساس موضوعیت ندارد انگلیسی ها هم اول میخواستند سلسله قاجار را منقرض کنند و رضاخان را با الگو برداری از ترکیه به عنوان رئیس جمهور روی کار بیاورند اما مخالفت نیروهای ملی و رجال بزرگی مثل مدرس و مصدق این برنامه را به شکست کشاند و آن را به بایگانی سپرد اما از بد روزگار و تحت حمایت انگلیسی ها مدتی بعد پروژه به سلطنت رساندن رضاخان سردار سپه به اجرا درآمد که جزئیات آن در کتاب های تاریخ آن روزگار نوشته شده است سانیان جبهه مردم ایران همچنان که نمی پذیرت خمینی و خامنهای نمایندگان و ولی امر خدا باشند نخواهد پذیرفت که سلطنت ودیعه و موهبتی الهی است وانگهی چگونه میتوان توان رأی نسل های آینده را هم پیش فروش نمود که باید سلطنت اعقاب ذکور ایشان نسلا بعد نسل را هم بپذیرند آخر چرا؟ و اگر این منطق درست است چرا هیچ کدام از سلسله های سلطنتی ایران که یکی پس از دیگری ما قبل خود را با زور شمشیر و با اسکر و لشکر برمی انداختند موهبت الهی در اعقاب ذکور یعنی فرزندان پسر سلسله قبلی را نپذیرفتند حتی طبق اصل سی و هفتم بالا شرط هم گذاشتند که مبادا ولی عهد و نایب السلطنه از سلسله قبلی باشد کما اینکه احمد شاه قاجار تا سال 1308 که در سی سالگی در پاریس درگذشت خود را شاه قانونی مشروطه می دانست و بعد از او هم برادرش محمد حسن میرزا که ولی احمدشاه احمد شاه بود و در سال 1321 در لندن درگذشت خود را پادشاه قانونی مشروطه و صاحب قانونی همان موهبت الهی میدانست. سالسان بیاس بین اسپانیا و انگلستان با ایران در امر سلطنت به گواهی تاریخ و همه واقعیات قیاس معلفارغ است زیرا آنها کشورهای صنعتی جهان اول هستند با اقتصادهای شناخته شده و نه ایران شاه زده و خمینی گزیده با سوابقی که هر دانش آموز دبیرستانی می داند. قصد ورود به مباحث تئوریک از قبیل شیوه تولید آسیایی و علل دیکتاتورخیزی این منطقه از جهان را هم ندارم و به همین میزان کفایت می کنم به حکم عقل سلیم و وجدان منصف چرا سلطنت طلبان باید با دستاویز قرار دادن جنایت ها و تبهکاری مضاعف دار و دسته خمینی در مورد پرونده مختومه سلطنت در ایران دچار توهم باشند دفاع از گذشته و رژیم سلطنتی سابق قبل از هر چیز به زیان آینده و به سود وضعیت موجود است چرا نباید به جای دفاع از دیکتاتوری نامشروع پیشین طریقی پیش کرد که علیه رژیم ولایت فقیه و به سود دموکراسی و آزادی ایران و حاکمیت جمهور مردم ایران باشد راه درست و نتیجه بخش و آینده دار راه بازگشت به جبهه مردم ایران و خدمت به مردم ایران است همچنان که ضرورت فاصله گرفتن و ترد و نفی و سرنگونی رژیم ولایت فقیه را به موسوی و کروبی میگوییم و به موازات همین من آنچه را که مختزی وضعیت و شرایط سلطنت طلبانه است میگویم هدف این است که به جای اینکه سرنگونی رژیم ولایت فقیه را از موضع دیکتاتوری نامشروع سلطنتی طلب کنند به جای بازگرداندن چرخ تاریخ به عقب که البته غیر ممکن است اگر خواستند و توانستند در ساختن آینده شرکت کنند همینجا باید متذکر شوم که رسیدگی به جرائم مسئولان رژیم خمینی و همچنین رژیم شاه و آمران و عاملان شکنجه و کشتار و قارت و تجاوز به حقوق مردم در دادگاه های علنی با حضور هیئت منصفه و پذیرش ناظران بین المللی همراه با تأمین اصل آزادی دفاع و حق فعالیت کانونهای وکلا که از مصوبات شورای ملی مقاومت ایران است بحث جداگانه است و ربطی به بحث کنونی ما ندارد منظورم از این تذکر ممانعت از خلط مپس است در یک جمهوری دموکراتیک با یک نظام قضایی مستقل و عادلانه هرگاه که شکایتی از کسی وجود داشته باشد ترتیبات و پروسدور قضای خود را می کند بنابراین می خواهم روشن باشد که من در این بحث در موضع رسیدگی به شکایت یا قضاوت در مورد جرم هیچ کس نیستم و صلاحیت آن را هم ندارم من در این بحث به دنبال سرنگونی فاشیسم دینی و آزادی خلق و میهن از چنگال استبداد و حاکمیت جمهور مردم ایران هستم و دقیقا به همین خاطر است که می خواهم سراحتا در باره آقای رضا پهلوی هم صحبت کنم هرچند که به وضوح می دانم به لحاظ سیاسی و در تعادل سیاسی روز بسیاری به من انتقاد خواهند کرد که اصولاً سلطنت و سلطنت طلبی سقلی شایان این بحث که خودم بیست سال از ورود به آن پرهیز کرده ندارد در پاسخ به این قبیل انتقادات برحق پیشا پیش به عرضتان می رسانم که ما مشغول یک سلسله بحث آموزشی هستیم و اجازه بدهید که من برای نسل جوان و نسل قیام این قبیل مباحث را به قدر توان محدود و ناچیز خود باز کنم همچنین میدانم مورد انتقاد قرار خواهم گرفت که اگرچه از بحث موسوی به خاطر اینکه روی اکران است ناگزیر بودی ولی در بحث سلطنت به خصوص در حال حاضر چنین ضرورتی نیست جوابم این است که این انتقاد به لحاظ سیاسی درست است اما اگر باور کنید حرکت کردن با موج و اکران شرط انصاف و سزاوار ما نیست بگذارید مسئله را تا عمق آن برویم و اگر ضرری هم به لحاظ سیاسی دارد تقبل کنیم تا نسل قیام بداند و مردم ایران قضاوت کنند همه ی حرف را هم رک و روشن و آری از هر گونه اپام برای ثبت در سینه تاریخ به مسئولیت خودم می گویم می دانم که پیشنهاد مشخصی که ارائه خواهم کرد برای مجاهدین و دیگر اعضای شورای ملی مقاومت ایران غیر مترقبه و گزنده است از نظر سیاسی باعث بل گرفتن رژیم و لجن پراکنی ها و بحان های بسیار علیه ما خواهد شد درباره سلطنت و آقای رضا پهلوی سراحتا میگویم که پشت کردن به دیکتاتوری و بازگشت به جبهه مردم ایران برای سرنگونی استبداد مذهبی و استقرار حاکمیت مردم ایران به جای حاکمیت شیخ و شاه نه فقط آقایان موسوی و کروبی و امثال آنها بلکه آقای رضا پهلوی را هم اگر بخواهد و اراده کند و اگر بتواند موانع این امر را کنار بزند شامل می شود هرچند که به ما ربطی ندارد و به میل و خواست خود او مربوط می شود اما من حرف را می گویم خواه از سخنم پند گیرد یا ملال اول نکات لازم را رو به همین مجاهدین و دیگر اعضای شورای ملی مقاومت ایران و هواداران و پشتیبانان آنها و هموطنان میگویم اول اینکه رضا در زمان انقلاب ضد سلطنتی 18 سال داشته و تا آنجا که من میدانم شخصا مرتکب جرم و جنایتی از نوع کارهای پدر و پدر بزرگش در داخل ایران نشده است وانگهی گناه پدر را که به پای پسر و همچنین گناه پسر را که به پای پدر نمی نویسند مگر اینکه کسی اعلام جرم مشخص کند و دادگاه قضاوت کند آخر مگر ما باید گناهان رضاخان سردار سپه و گناهان خمینی را به پای نوه های آنها بنویسیم دوم اینکه برخلاف مجاهدین و برخی اعضای شورای ملی مقاومت که از کپی برداری سهل و آسان رضا پهلوی در مطبوعات و رسانه های غربی یا فارسی زبان از برخی مواضع و تعابیر مقاومت ایران مانند راه حل سوم بدون ذکر منبع و مرجع ناراحت می شوند من نه فقط بدم نمی آید بلکه خوشم می آید. یک ضرب المثل عربی میگوید ببین چه میگوید نبین که میگوید به همین خاطر در مورد خودم چنانچه حرف مثبت و مفید و قابل استفاده گفته باشم ذکر بدون منبع آن را برای همه نه فقط مجاز بلکه موجب سپاس و قدردانی میدانم آخر مگر تقلید از کار خوب و تکرار حرف درست بد است که ناراحت بشویم اگر نظر مرا بخواهید من دلم میخواهد که ایشان از سایر کارهای مجاهدین در قبال خمینی و خامنه ای و حتی پدر خودشان هم سرمشق می چنانکه چنان که خواهم گفت دلم می خواهد برچسب تروریستی علیه مجاهدین را هم که همه میدانند در حمایت از رژیم ولایت فقیه بوده است قویان و قاطعانه محکوم می کردند دلم میخواهد که رسما و علنا هر گونه سلطنت را هم کنار میگذاشتند و همه موانع و کاسه های داغتر از آش سلطنت طلب را کنار زده و در خدمت و یاری به جبهه مردم ایران اعلام میکردند که خواهان یک جمهوری دموکراتیک و مستقل، مبتنی بر جدای دین از دولت و نفی تام و تمام رژیم ولایت فقیه و سرنگونیان هستند. در این صورت به راستی چه نام نیکی از خود به جا میگذاشت؟ سوم اینکه اگر نظر مرا بپذیرید، درست این است که او را در این مقطع تاریخی در برابر وظایفش قرار بدهیم و اینکه چه باید بکند و چه می تواند بکند که تا کنون نکرده است بگذارید او هم آزمایش خودش را از سر بگذراند همچنان که در مورد موسوی و کروبی و سایرین هم بلا استثنا همین را می گوییم. همچنان که در مورد وظایف همه آنهایی که در داخل یا خارج این رژیم و در داخل یا خارج ایران هستند نیز همین را می گوییم. اما پیشنهاد مشخص من به آقای رضا پهلوی اگر مانند برخی جناهای رژیم ولایت فقیه گمان نکنید که سودای فردی و گروهی یا قصد سو دارم این است که اگر بخواهید می توانید در این مقطع حساس و تاریخی خدمت بزرگی به آزادی وطنتان بکنید اعلام کنید دایه سلطنت ندارید و آن را بر هیچ کس دیگر هم نمی پسندید و خود را ملتزم به یک جمهوری دموکراتیک و مستقل و مبتنی بر جدای دین از دولت با نفی کامل نظام ولایت فقیه و ضرورت سرنگونی آن می دانید. رو در رو و برخلاف فاشیسم دینی حاکم بر ایران بر چسب ناحق تروریستی بر مبارزان راه آزادی وطن خود به ویژه سازمان مجاهدین خلق ایران و مجاهدان اشرف را محکوم می کنید علاوه بر این عموم هموطنان خود را به همبستگی ملی برای سرنگونی استبداد مذهبی و به دور ماندن از هر نوع استبداد دیگر تحت هر عنوانی فرا می خانید. من به خوبی به یاد دارم که روزی خمینی با اهانت به شما گفت برو درست را بخوان و منظورش این بود که گرد سیاست نچرخید حرف من معکوس خمینی است از غذا با اعلام آنچه گفتم من خواهان حد اکثر فعالیت شما علیه رژیم ولایت فقیه البته در جاده جمهوری و آزادی و استقلال مردم ایران و خواهان بازگشت شما از جبهه دیکتاتوری سلطنتی به جبهه مردم ایران هستم در آن صورت اگر مایل باشید خواهی توانست در انتخابات ریاست جمهوری هم شرکت کنید اما لازمیان که به سود خود شما هم هست قبل از هر چیز کسب مشروعیت برای کند شدن از گذشته و گام نهادن و حرکت به سوی آینده از طریق پیشنهاد مشخصی است که ارائه کردم و الا چیزی جز در جا زدن در گذشته باقی نمیماند. مجاهدین و مقاومت ایران و رئیس جمهور برگزیده مقاومت بارها قدردانی خود را از همدردی و تلاش عموم هموطنان و جریانها و گروهها و شخصیتها در قبال حمله و کشتار و گروگانگیری شش و هفت مرداد در اشرف ابراز کردند چندی بعد از وقایع اشرف و تحسن و اعتصاب هموطنانمان مطلع شدم آقای رضا پهلوی چندین نوبت به طرق مختلف ابراز همدردی کرده و در محکوم کردن این کشتار و جنایت اطلاعی هم صادر نموده که شایانه تشکر است واقعیت این است که به خاطر دست بستگی ها و همچنین سوء استفاده های سیاسی طرف های گوناگون همچنان که تا امروز نمیشد از کمک های مالی مهندس بازرگان قدردانی و یادآوری کرد ما و به خصوص خود من تشکرهای زیادی به بسیاری کسان از بابت همدردی یا ابراز لطفشان در مقاطع مختلف بدهکارم و خودم هم نمیدانم که در چه زمانی میتوانم و باید بر زبان بیاورم دو نمونه در همین باره می گویم یکی درباره دکتر امینی و دیگری درباره دریادار مدنی و نامه های تسلیتشان به من در نوزده بهمن به خاطر شهادت اشرف و موساست که در آن زمان ناگزیر بی جواب گذاشتم زیرا هر گونه جواب در بهمن 1360 به سوء تعبیرهای جدی سیاسی منجر می شد. دکتر علی امینی آخرین رجل استخاندار زمان شاه و بازمانده از دوران فعودالی بود که بیش از آنچه که تا امروز موسوی با خامنه ای تزاد دارد با شاه تزاد داشت در حقیقت با فشار کندی رئیس جمهور وقت آمریکا بود که شاه امینی را به نخست وزیری پذیرفت کندی در دنیای دو قطبی آن روز اصرار داشت که اگر در ایران اصلاحات سیاسی انجام نشود کار به انقلاب می کشد و کنترل اوزا از دست می رود. امینی وزیر دارایی کابینه کودتای سرلشگر زاهدی علیه مصدق بود و از همین موضع قرارداد ننگین کنسرسیوم نفت را با هوارد پیج آمریکایی در شهریور 1333 یعنی سیزده ماه بعد از کودتای ننگین امضا کرد و از این بابت به حق مورد لعن و خشم رجال و نیروهای ملی بود امینی از اردیبهشت 1340 تا تیر ماه 1341 نخست وزیر تحمیلی به شاه بود که با اختیارات زیاد سرکار آمد و پس از هشت سال اختناق از 1332 تا 1340 با خود رفرم و فضای باز سیاسی و پروژه اصلاحات ارزی را آورد. شماری از مقامات لشکری و کشوری شاه را به خاطر دزدی و انواع اقسام سوء استفاده ها گرفت و به زندان انداخت. مهمتر اینکه شاه را هم وادار کرد مجلسین سنا و شورا را که پایگاه فودالیسم و مانع اصلاحات بوجوایی به ویژه اصلاحات عرضی بودند منحل کند اما یک سال بعد شاه خودش به آمریکا رفت و در یک معامله با کندی اجرای پروژه مورد نظر او را خودش به عهده گرفت و رژیم فئودال بورژوایی خود را یک پایه و تبدیل به یک سرمایهداری وابسته کرد و در اینجا بود که سر و صدای امثال خمینی از موزه مادون بورژوایی بلند شد اما شاه توانست در معاملش با آمریکا از دست امینی خلاص شود و او را در تیر 1341 برکنار کرد و اسدالله علم را نخست وزیر کرد بعد هم خودش همان اصلاحات ارزی را که امینی و وزیر پرسر و صدای کشاورزی او ارسنجانی شروع کرده بودند به دست گرفت و با بوغ و زیاد تحت عنوان انقلاب شاه و مردم و انقلاب سفید ادامه داد و در روز شش بهمن 1341 با سحن سازی های بسیار به رفراندوم گذاشت در همین حال فضای خفقان را دوباره چیره کرد و همه احزاب سیاسی آن روز را از دور خارج ساخت به نظر می رسد خمینی انقلابی شدن را از شاه یاد گرفته باشد و الا خمینی خودش در سال 1323 در کتاب کشف الاسرار نوشته است که ترس ما از انقلاب سیاه و از پایین است همچنین نوشته است که آخوندهایی مانند او هیچ وقت با نظام مملکت مخالفت نکردند و حتی اگر حکومت را جائرانه تشخیص دهند باز مخالفت با آن نکرده و نمی کنند. و لحاظا حدود ولایت و حکومت را که تعیین می کنند بیشتر از چند امر نیست از این جهت فتوا و قضاوت و دخالت در حفظ مال صغیر و قاصر و در بین آنها هیچ اسمی از حکومت نیست و ابدا از سلطنت اسمی نمیبرند. و هیچ فقیهی تا کنون نگفته و در کتابی هم ننوشته که ما شاه هستیم یا سلطنت حق ماست و هیچ گاه مخالفت نکرده و اساس حکومت را نخواستند به هم بزنند و با اصل اساس سلطنت تا کنون از این طبقه مخالفتی ابراز نشده است خمینی در کودتای هشت مرداد سال 1332 هم با کاشانی و دربار در یک جبهه بود. حتی بعد از انقلاب ضد سلطنتی علنا از اینکه مصدق از استعمار و ارتجاع سیلی خورده ابراز خرسندی میکرد. حالا بنگرید که در سال 1360 فداکاری های مجاهدین و تأثیر شهادت اشرف و موسا و رود خونی که در آن زمان خمینی به راه انداخته بود باید به کجا رسیده باشد که حتی کسی با سوابق دکتر امینی را به نگارش چه تسلیت و ادا کردن چه گواهی و شهادتی واداشته است. در اینجا خوب میتوان حتی در قیاس با امینی درجه سبوعیت و سنگدلی رژیم ولایت و کارگزارانش را هم دریافت گوش کنید خدمت آقای مسعود رجوی مشرف است هو آقای عزیزم در این موقع که ادهی از همرزمان جناب عالی به خصوص همسرتان جان خود را در راه مبارزه با رژیم فعلی ایران از دست داده اند قطع نظر از اختلاف نظر در مشک سیاسی چون در وطن پرستی جناب عالی و همرزمانتان تردید ندارم به نوبه خود به عنوان یک نفر هموطن در ازای جناب عالی شریک می شوم و صمیم قلب مرتبت تسلیت خود را به تمام خانواده های ازا به خصوص جناب عالی تقدیم می دارم و از خداوند متعال سلامتی و بقای عمر و موفقیت عالی را خواستارم دکتر امینی پاریس 11 فوریه 1982 این هم نامه تسلیت دریادار مدنی وزیر دفاع بازرگان و یکی از کاندیداهای دور اول ریاست جمهوری در سال 58 که اگر درست به یادم مانده باشد سه چهار میلیون رأی آورد قبل از ارائه این نامه که باز هم گواهی می دهد مجاهدین تا کجا در آرمان خود صدق و فدا داشتند یادآوری می کنم که نامنگاری های مخفیانه بنی صدر به خمینی و مدنی به رفسنجانی در سال 63 و, و بیانیه شورای ملی مقاومت در این باره در فصلهای قبلی از نظرتان گذشت باز هم دقت کنید که تفاوت بین همین در یادار مدنی با رژیم و جناهین آن تا کجاست این نامه ها را از این بابت ارائه می کنم که نسل جوان در ماهیت و عملکرد رژیم ولایت فقیه به جد تحقیق و تدقیق کند نوزده بحمن 1360 برادر گرامی آقای مسعود رجوی از خبر جانگزای حمله به یکی از مراکز سازمان مجاهدین خلق اطلاع حاصل و بی نهایت متأثر شدم شهادت مجاهدین لایق موسا خیابانی و همسرشان و خانم اشرف ربیعی همسر رزمنده شما و گروهی از اعضای سازمان مجاهدین به دنبال دیگر شهدای راه وطن به دست مزدوران جمهوری به اصطلاح اسلامی خون در دل آزادی خواهان و عدالت جویان نشانیده است ضمن ابراز همدردی برای شما آرزوی تحمل می کنم و به سازمان مجاهدین خلق تسلیت می گویم به حول قدرت الهی و با اتکا به نیروهای رزمنده و زوال ناپذیر ملت و در سایه همبستگی نیروهای معتقد به دموکراسی، انقلاب و جمهوری بیگمان بنیاد ستم واژگون و حکومت حق جانشین خواهد گردید با آرزوی پیروزی و موفقیت ملت ایران سید احمد مدنی فصل نهم سخنی با مجاهدین همراه با یک تعهد مشخص حالا روی سخنم به ویژه با مجاهدین و دیگر اعضای مقاومت ایران و با هواداران و پشتیبانان آنهاست سپس تعهد مشخص را به دلایلی که خواهم گفت به اطلاع عموم میرسانم اصلا و ابدا از آزمایش در باره هیچ کس دین نداشته باشید چه خودمان و چه دیگران بگذارید ما در راستای سرنگونی رژیم ولایت فقیه و در راستای آزادی و حاکمیت مردم و برقراری نظام جمهوری مورد نظر مردم ایران با همه اتمام حجت کنیم فقط به یک شرط به شرط اینکه کسی و اول از همه خود من در فکر خودش نباشد به فکر رود خروشان خون شهیدانی همچون اشرف و موسی و شهیدان قتل عام و جاودان فروخا و شهیدان اشرف و شهیدان قیام به بار نشاندن و به مقصد رساندن این خونها و این رنج و رزمها باشد همه امتحان می دهیم و مردم و تاریخ ایران داوری میکنند. بیا کین داوری ها را به پیش داور اندازیم چرا که اگر معتقدید آن داور نهایی وجود که خیر الحاکمین و احکم الحاکمین است در روز باز پسین به قضاوت می نشیند پس دیگر چه جای بیم و باک همان که بر خلاف خمینی که هیچ قاعده و قانونی نمی شناخت خود را متعهد و ملتزم کرده است که حتی به اندازه رشته میانی هسته خرما به هیچ کس و هیچ چیز ستم نکند ولا تزلمون فتیلا چرا که متاع دنیا گذرا و اندک است و دستاورد آخرت برای آن کس که پرهیزگاری پیشه کند و بر اصول و مرز های ضروری استوار بماند بسا بهتر است وانگهی مگر مجاهدین حتی به فرزندان خودشان و شهیدانشان نمیگویند که افتخارات و خوب و بد آنها به یکدیگر ربطی ندارد مگر نمیگویند که هر کس تنها صاحب و مالک و پاسخگو و در گروه کردار و عمل خویشتن است خواهش میکنم در همین زمینه به قسمتی از پیامی که برای اعضا و کاندیداهای مجاهدین در ماه رمضان سال 86 فرستادم توجه کنید حرف من با شما در آستانی رمضان و در چهل و سومین سال حیات سازمانتان یک یادآوری ایدئولوژیکی در باری خودتان است در باری زندگی و حیات و ممات هر مجاهد خلق بدون استثنا دلم میخواست شرایطی بود که می چهره به چهره رو به رو و نکته به نکته مو به مو با اعضای جدید مجاهدین و کاندیداهای عضویت آنها صحبت کنم مخصوصا دلم میخواست در ماه رمضان مثل گذشته با اعضا و کاندیداها و با رزماوران جدید الورود ارتش آزادی شب زندهداری میکردیم آن وقت من سوالاتم را با تک تک شما در میان میگذاشتم تا خاطرم جمع شود که مثل مجاهدان استوار و رزماوران قدیمی همگی شیر زنان و کوه مردان رشیدی شده اید معنی کلمات معنی عهد و پیمان و معنی سوگند را با پوست و گوشت و استخوان فهم کرده اید و حاضر به پرداخت بهای آن هستید همان مسیری که در چهل و دو سال گذشته طی کردیم در بحرانها و توفانها در زندانها و ها، در بیدادگاهها در برابر جوخه های اعدام شیخ و شاه در نبردهای دیرین سیاسی و نظامی و به خصوص در پهنه و قله های ایدولوژیک برایتان از فراز و نشیب های سال گذشته و از دره ها و دشت ها و قله هایش می گفتم. از روزگاری می گفتم که در میدان مبارزه نشانی از آخوندها و مدعیان کنونی نبود تا زمانی که ارتجا در کسوت انقلاب بر عریقه قدرت نشست به لاف و گذاف و به حلاک هر سو نسل پرداخت با دجالیت و شقاوتی ما فوق تصور که هنوز هم ادامه دارد همچنین برایتان می گفتم که وقتی دیو تنوره می کشد و چاه باطل بسیار عمیق است چگونه میتوان با بالا بردن قله حق و بالاتر بردن ستیغ صدق و فدا دجالیت و ارتجا را پس زد و در تمامیت آن در هم شکست به شرط اینکه حاضر باشیم قیمت و بهای آن را بپردازیم پس اصل موضوع در قیمتی است که یک خلق با فرزندان پیشتازش می‌دهد و در بهایی که پیشتاز با صدق و فدایش در کشاکش‌ها و انوا و اقسام آزمایش‌ها می‌پردازد. اینجاست که رگبار سوالات من از تک تک شما آغاز می‌شود. نه در کنار گود و در ساحل رودخانه بلکه در میان توفان و انباج خروشان خون شهیدان آیا بر روی مرز بندی های آرمانی و سیاسی خود استوارید و مرز سرخ دارید اگر مجاهد خلق هستید آمده اید چیزی بدهید یا چیزی بگیرید و یا آمده اید که بده و بستان مرزی و طرفین انجام بدهید اگر مجاهد و شیفته آزادی مردمتان هستید راست بگویید آیا بها تمامی بها را میپردازید؟ یا میخواهید چند سباهی خوشنشین میدان مبارزه و مجاهدت باشید و برای خودتان هم اسمی و رسمی و سابقه ای دست و پا کنید و از مزایای آن استفاده کنید دعوی عشق کردم سوگند ها بخوردم از عشق یاوه کردم من ملکت و شهامت راستی در سختی ها قر و بهانه می گیرید وا دهید و پشت می کنید یا به قول قرآن از آن هجرت کردگان و یاران مهاجرین و انصار هستید که در ساعت اسرت پیروی و همراهی می کنند گفتا که چند رانی گفتم کتاب تا بخانی گفتا که چند جوشی گفتم که تا قیامت گفتا که خواندت اینجا گفتم که بوی جانت گفتا چه عزم داری گفتم وفا و یاری گفتا کجاست ایمن گفتم که زهد و تقوا گفتا که زهد چه ود گفتم ره سلامت گفتا کجاست آفت گفتم به کوی عشقت گفتا که چونی آنجا گفتم در استقامت صبر کنید سوالات من از شما مثل همه نشست های درونی در سه گذشته ادامه دارد اگر مجاهدید روزانه ده بار در نمازها در سوره حمد از خدا می خواهیم که ما را به راه راست هدایت کند و با انبیا و اولیا با صدیقین با شهیدان و با بندگان صالح خود همراه نماید راه کسانی که به آنها نعمت داده است صراط اللذین انعمت علیهم سپس هر ده بار بلا فاصله به مرز بندی با مغضوب علیهم و زالین می پردازین. و اینکه در شمار آنها قرار نگیریم غیر المغضوب علیهم ولا آنهایی که مثل شجره خبیسه خمینی به خاطر حق کشیهایشان مورد خشم خدا هستند و آنها که از راه حق از سرات مستقیم منحرف و گمراه شده و مورد نفرت خدا هستند افراد و گروه ها و جریانهایی که به عذر و بحانه های مختلف به همین غذف شدگان رضا داده یا به آنها امداد می رسانند. حالا به من بگویید که آیا شما سوره حمد را با خلوص و با فهم معنای آن می خانید؟ آیا در هر کجا که باشید در روز آشورا آماده جنگ و به میدان رفتن در خاک پای امام حسین هستید یا نیستید آیا پای پیاده به زیارت مزار شهیدان و به مسجد فاطمه زهرا بزرگ مادر آرمانیمان من می روید و تجدید عهد می کنید هوای در جانم هم که می دارد مرا زنده ندارم در همه عالم هوای جز هوای تو دلم هم خلوت سرای تو خوش بنشین به جای خود که غیر تو نمیزیبد که نمیزی کسی دیگر به جای تو دعای دولتت گفتیم و رفتیم از سر کویت. به هر جایی به صدق دل به جان گوییم دعای تو راستی یادتان هست یک بار در یکی از نشست ها پرسیدم آیا به نسبت های موروسی و خانوادگی خودتان و اینکه پدر و مادرتان این و آن است چه بهترین فرد روزگار باشد چه بدترین آن متکی هستید یا به آنجا رسیده اید که از این قبیل ارث و میراس ها بالکل قیچی کنید پدر و مادر یا خویشاوندانتان را هر که هستند مبادا وارد دستگاه محاسبه مجاهد خلق کنید در همان نشست گفتم که حساب باز کردن برای این نسبت ها را چه مثبت و چه منفی قیچی کنید و دور بریزید چه برجسته ترین شهدا و مجاهدین باشند و چه جنایتکارانی از قبیل محمدی گیلانی حاکم شرع خمینی پدر سه مجاهد شهید که خودش اعدام پسر را دستور داد یا همین آخون جنتی گرداننده شورای نگهبان پدر مجاهد شهید حسین جنتی یک تعهد مشخص فراخان و پیشنهاد و آنچه درباره بازگشت به جبهه مردم ایران گفتم هرچند به اختزای وضعیت و آرایش سیاسی موجود با اسامی مشخص همراه بود اما اختصاصی نیست بلکه فراگیر است به دیگران هم در این آزمایش تاریخی خوش آمد میگوییم می که اگر راست میگویند گریبان مجاهدین را رها نموده یقه ملا را بچسبند این را هم اول به خودمان میگوییم که هرگز و هیچگاه شروع کننده خصومت و زدیت و تعارض با اهدی غیر از دیکتاتوری های شیخ و شاه نبوده ایم اغلب تا مدت مدید فرو خورده این تا وقتی که طرف مقابل از حد گذرانده باشد به نحوی که اگر به جواب گویی نمی پرداختیم دیگر ضعف و ذلت تلقی می شد و من نزله اما فراتر از این حرف ها من برای اثبات صدق عرایزم باید تعهد مشخصی هم ارائه کنم تا کسی گمان نکند که صدای دیگری جز آزادی و حاکمیت جمهور مردم دارم از آنجا که به هر حال کسی باید پا پیش بگذارد و امید و اعتماد پرپر پر شده از سوی خمینی و اعقاب امامدار دار و بی امام اشرا جبران کند و آب رفته را از این حیث به جوی بار وجدانهای خنجر خورده و زمایر خیانت شده برگرداند اعلام می کنم که پس از وفای به عهد در آزادی ایران زمین از چنگ رژیم ولایت فقیه و تشکیل مؤسسان منتخب مردم ایران از هر گونه مقام و منصب و از هر گونه شرکت در انتخابات و هر دولتی که باشد تحت هر نام عنوان معذورم عضویت در سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران چنانچه شایسته آن باقی بمانم برایم کفایت و کمال مطلوب است البته میدانم که خیانت خمینی به عهد و پیمانهایش مخصوصا به تعهداتی که قبل از رسیدن به قدرت اعلام کرده بود کلمات را زب و ملوث کرده و جایی برای اعتماد به تعهدات باقی نگذاشته است اما این هم هست که مجاهدین با دریای خون و سلسله جبال ایستادگی در تاریخ معاصر ایران نشان دادند که در سوگندها و تعهدات خود جدی هستند بنابراین امیدوارم بتوانم در جریان عمل در عهدی که با خود و خدای خود از روز سی خرداد بستم و آن را با شما در میان میگذارم اعتماد کسب کنم از روز سی خرداد سال 1360 که بالاترین و شکوه مقاومت سازمان یافته تاریخ ایران در برابر ارتجاب و دیکتاتوری آغاز شد و از روز بر افتادن اولین دسته شهیدان آزادی با خود و خدای خود عهد بستم که حتی اگر به رستگاری شهادت نرسم چنانچه عمری باقی بود با تدوین و تکمیل چهار کتاب ناتمام تبیین جهان انسان تاریخ و شناخت این چنین دفتر ایام را با هدیه به نسل جوان ببندم در یک کلام برترین و بالاترین خواسته برای خودم این است که میخواهم مجاهد بمانم و مجاهد بمیرم فقط همین البته با استعانت از خدا و دعای خیر شما